در 7 ولسوالی هرات آن تنهای مخابراتی از سوی مخالفان مصالح دولت به صورت مقطعی غیر فعال می شود. مسئولان ریاست مخابرات هرات می گویند در ولسوالی های کشک، رباتسنگی، قریان، آبه و چند ولسوالی دیگر مردم از بهره قطع شدن آن تنهای شرکت های مخابراتی دچار مشکل می شوند. از سوی هم مسئولان محلی هرات تاکید دارند در حال حاضر وضعیت امنیتی آن تنهای مخابراتی بهتر شده و قابل نگرانی نیست. سلیم مقیمی با شرح بیشتر این خبر. نگرانی ها از بهره قطع شدن آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی در ولسوالی‌های هرات. مسئولان ریاست مخابرات هرات می‌گویند در 7 ولسوالی هرات به شمول ولسوالی‌های قوریان، اوبه، رباتسنگی و چند ولسوالی دیگر به صورت مقطعی مخالفان مسلح دولت آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی را قطع می‌کنند. به گفته عزیزالرحمن طیب، سرپرست ریاست مخابرات هرات، در ماه‌های اخیر مخالفان مسلح دولت یک پای آنتن شرکت مخابراتی سلام در ولسوالی قوریان هرات را تخریب نمودند. در 5-6 بعضی وقتا در 7 ولسوالی آنتن‌های ما به شکل وقفه‌ای فعالیت‌های خود متوقف می‌شدند. از سوی دیگر بیش از 90% شهر هرات تحت پوشش ریاست مخابرات این ولایت قرار دارد. به گفته مسئولان این اداره، همچنان 70% باشندگان هرات به خدمات اینترنتی دسترسی دارند. خدمات اینترنتی هم شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های شرکت‌های توزیع کننده اینترنت در سطح ولایت‌ها، در سطح ولسوالی‌ها و ولایت بیش از 70% شهروندان ولایت هرات دسترسی به خدمات اینترنتی دارند. در این میان مسئولان محلی هرات ارچند مختل ساختن نحوه خدمات رسانی شرکت های مخابراتی در برخی از ولسوالی های این ولایت را رد نمی کنند، اما تاکید می ورزند نیروهای امنیتی به مخالفان مسلح دولت اجازه نمی دهند تا روند ارتباطات مردم را قطع کنند. های مخابراتی که اگه فکر می کنند تهدیدات امنیتی وجود داره، ما آمادگی داریم از طریق محافظت عامه نیروی کافی امنیتی در اختیارشان بگذاریم. یعنی هیچ گونه محدودیتی در این رسانی شرکت های مخابراتی مثل دیگه شرکت ها میتونند از این گزینه استفاده بکنند و زمینه فعالیت مخابراتی در ولسوالی ها مساعد بسازند. این در حالی است که پیش از این بارها مسئولان اداره مخابرات هرات از وجود تهدیدهای بلند امنیتی در برابر آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی در ولسوالی‌های هرات ابراز نگرانی کرده بودند، اما آنچه دیده می‌شود تا هنوز این چالش از میان برداشته نشده است.